عرض شود که میگوید که یک دهاتی خرش مرد، این کارو میکردن در ده، یک سر خری رو سر چوب میکردن که چشم نزنه این بوستان رو. اینها میگوید که یک کسی چنین کاری کرد و یک پیر جهان دیده ای که در حقیقت خود سعدی باشد در اندیشه، میگوید که آقا جان این خری که سرش گذاشتی که ضعف چشم بد کنی، بیچاره خودش چوب تو سرش میزدن، دفع چوب رو از سر خودش نمیتوانست، تا بیچاره ناتوان مرد و ریش. بله، این داستان ها رو سعدی مخصوصا بیان میکند که عرض کنم که یک نوع تفکر عقلی رو حاکم بکند. حالا داستان ما که از این حرفا گذشته، هر جایی که استخوانی هست از این سادات گدای قدیم و اینها به دورش جمع میشوند برای حاجات و هرچه فقر و بیچارگی هم در جامعه بیشتر بشود، البته خرافات و گرایش به این داستان ها بیشتر هست. بله، یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر تاک بستان سرش. بله، داستان از این قرار است. یکی از مغالطات بزرگ زبان فارسی عرض می شود که به کار ما ربط پیدا می کند، اینها در کار سیاست و غیره و مملکت و اینها، این مغلطه بزرگی است که حافظ بزرگترین نماینده آن است. صبر و ظفر هر دو دوست، تا قدیمان بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بایستی به حافظ گفت not necessarily، نه الزامن، چه صبری با ظفر تو هم هست؟ اون صبری با ظفر تو هم هست که عملی داره انجام میشه، شما باید صبر کنید که این فرایند تمام بشه، نه اینکه صبر بی خودی. 5000 سالیست که 6000 سالیست که ما صبر میکنیم، 140-150 سال است که برای آزادی عرض میشود که میکوشیم و همینطور صبر پیشه کردیم. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. در نگاه میکردم به این فرایند انتخابات آمریکا، یکی از هیجان انگیزترین واقعا نمایش های روی زمین همین انتخابات ایالات متحده آمریکا، از هر 4 سال یک بار این ملت زنده و بیدار برای به دست گرفتن سرنوشت خود اقدام میکند. یک مفهوم فلسفی عمیقی در این رأی ریختن و این داستان هست که ما هر سبت که تا به اون نقطه برسیم طول میکشد، و آن این هست که اولوالامر رو از سرنوشت انسان بیرون کرده این رأی، یعنی ابتدا اولوالامر رو بیرون کرده، حالا داره رأی میده. به خصوص عرض کنم که ما بعد و طبیعه و عرض شد که تأثیر خدا و زندگی انسان و سرنوشت گیتی و این حرفا عرض شد که بیرون انداخته تا به دین جا رسیده انسان مدرن. در این ذهنیت اسلامی انسان کاری نیست، همه چیز به الله مربوط میشه. در حقیقت تاریخ انسان هم از انسان سرچشمه نمیگیرد، انسان آلت فعلیت یافتن مشیت الهی است. آخوندها هم آمدن عرض کنند که گفتن که خداوند که خودش نمیخواهد حکومت کند، که خداوند پادشاهی آسمان ها از زمین مال اوست، این پادشاهی رو داده است به پیغمبر، پیغمبرم مرده، ما جانشینش هستیم، به اصلا مشیت شما به دست ماست، شما کاری نیستید. آقا اساسا قانون نویسی در جهان اسلام جعل قانون است، چون قانون خداوند فرموده، نوشته کتابش هم هست. انسان چه جایی برای تحریر قانون دارد؟ این جعل قانون است. اسلام جامع جمیع، عرض می کنند که همه بدبختی های گیتی است. البته در روزگار مشروطه هم گرفتاری همین بود، حالا 4 تا آخوندم اومدن همکاری کردن، اینا بمانه. بعضی از اینها صداقت داشتن مثل اون طباطبایی، بعضی ها حقباز هم بودن رشوه میگرفتن مثل اون بهبهانی، اینا بماند. اما حرف این بود که اساساً قصاص قانون گذاری و قانون نویسی انسان یک نوع گردن کشی و جعل قانون در برابر قانون نویسی خداوند است. خداوند قانون رو نوشته، ما اساساً کاری نیستیم، ما ابزار دست مشیت الهی هستیم، ما حق نداریم بگوییم میتوانیم بر سرنوشت خود حاکم بشد. این زیبایی انتخابات اینجاست، کسی که میخواد رأی بریزد، این در حقیقت بخشی کوچک از اندیشه های دموکراتیک که بدین وجه تجلی میکنه. 1001 جنبه داره، عرض کنم که دموکراسی و اندیشه دموکراتیک این یک جلوه سیاسی شه.
که ما بر سرنوشت خود حاکم هستیم و همواره اینها حل می شود که نگاه به آینده دارند. برای انسان مدرن مثل این جامعه آمریکا مثال 30 سال پیش در حوزه تاریخ به مورخین مربوط هست، 30 سال پیش، 8 سال پیش در حوزه تاریخ از زمان گذشته، دید به آینده است که حالا چیکار بکنیم که بیشتر مشکلات خود رو حل بکنیم. وقتی که از این دوستان ایرانی من میبینم اینجا اونجا یا تیوی یا صحبتی میبینم که دنده این آقایون گیر کرده در 30 سال پیش، اساسا ما متوجه گذشته زمان نیستیم. یکی از عیوب بزرگ این ذهنیت شرقی اسلامی این است که گذشته زمان محسوس نیست. برای زمان ما عرض میکنم ارزش چندان قائل نیستیم، متوجه زمان نیستیم. میگویم انشالله تو رو میبینم. انشالله کی معنی که چه ساعتی؟ انشالله روز شنبه. نشان میدهد که ذهنیت ما زمان رو نمیفهمه، درک نمیکنیم زمان رو. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر، از صبر مفتاح الفرج. این بسیار از این پلیدی ها زبان عربی هم آمده، فراموش نکنیم. از صبر مفتاح الفرج. آقا صبر برای شایسته شیمیدان هست. شیمیدان نمیتواند عجول باشه. شیمیدان آشپز هم یک نوع شیمیدان هست. آشپز عجول غذاش به در نمیخور. اما در حالی که داره صبر میکنه یه اتفاقی داره میفته. این صبر برای کامل شدن اون فرایند است، نه این صبر بیهوده. باری این زمان رو ما درستی درک نمیکنیم. عرض میشود که 30 سال زمان درازی است گذشته. 50 سال در تاریخ مدرن با این تحولات غریبی که در علم اتفاق میفتد و اینها، مدت زیادی است. 50 سال متوجه نیستیم. داستان بعض دوستان ما این هست که همون داستان سعدی است که فرمود یکی ابلهی ریگ در کفش داشت، چو بیچاره شد دست بر سر گذاشت. یعنی آدم اینقدر ابله بود نمیفهمید که بابا این ناراحتی که داره میکشه مالی ریگی است که تو کفششه، خیلی که سردرد داره. این کنایه به کسی است که مشکل رو درک نمیکنه و مطلب رو نمیفهمه و قادر به تحلیل قضایا نیست و حقایق رو نمیبینه که آقا دردش از کجاست، درد ما از کجاست، از کجا برخواست این گرفتاری ها، از چه چیزی است، راه حل ما چه چیزی است.